کاربرد هیستوگرام و متا دیتا در نرم افزار ادوبی لایت روم کلاسیک سی‌سی 2018. هیستوگرام و متا دیتا دو پنل پرکاربرد در ماژول سمت راست هستند. در این ماژولی که براتون مشخص میکنم. اینجا پنل هیستوگرام رو ملاحظه میکنید. با استفاده از پنل هیستوگرام میتونیم اطلاعات دیجیتالی عکس رو دریافت کنیم. اگر بر روی یک عکس جدید کلیک چپ کنیم، اطلاعات هیستوگرام اون در پنل هیستوگرام نشون داده میشه و آپدیت میشه. ملاحظه کنید من بر روی عکس های مختلف اینجا دارم کلیک میکنم. در پایین هیستوگرام در این قسمت یه سری اطلاعاتی وجود داره که در ادامه به توضیحات اون میپردازم. اینجا اومده میگه این عکس در ایزو 160 گرفته شده. عدد 4.3 میلیمتر بیانگر اینی که با طول 4.3 میلیمتر این عکس گرفته شده و اینجا هم f/3.3 میگه با روشنایی 3.3 گرفته شده و این هم معرف سرعت 1/500 ثانیه. برای اینکه اطلاعات بیشتری از یک عکس داشته باشیم میتونیم از پنل متا دیتا استفاده کنیم. من اینجا بر روی متا دیتا کلیک چپ میکنم. با استفاده از این اسکرول میتونم حرکت کنم. ملاحظه کنید اینجا داره میگه کپچر تایم اون در ساعت 11:14 بوده. کپچر دیت رو داره میگه در نوامبر 2016 بوده. دایمنشن این عکس رو داره میگه. وضعیت کراپش رو داره میگه. اکسپوژر رو میگه. طولش رو میگه. ایزو رو میگه. و حتی اینجا داره به ما نشون میده که آیا این عکس فلش داشته یا نه. دد فایر. نوع دوربین رو میگه. پاناسونیک بوده. و مدل اون رو حتی اینجا داره به ما میده. پس ما با استفاده از متا دیتا میتونیم یه اطلاعات بسیار کاملی رو دریافت کنیم. من برای این عکس کلیک میکنم. ببینید اطلاعات متا دیتای اون آپدیت شد. برای این کلیک میکنم. اینجا به این دقت کنید. به طول عکس 5.4، این عکس 8.7، این عکس 4.3، این عکس 4.3، این عکس. من برای عکس های مختلف کلیک میکنم، اطلاعات متا دیتا آپدیت میشه. پس با استفاده از هیستوگرام میتونیم اطلاعات دیجیتالی عکس رو به دست بیاریم. تونال ریت عکس رو نشون میده و در متا دیتا ریز اطلاعات عکس برای کاربر نشون داده میشه. یکی از مهمترین گزینه‌های اون اینه که آیا این عکس فلش زده شده یا نشده، دایمنشنش چی بوده، آیا این عکس عکس سورس ماست یا عکسیه که در وضعیت کراپ قرار داره، در چه تاریخی بوده، در چه زمانی بوده، اکسپوژر رو میگه، طول عکس رو میگه، سرعتش رو داره میگه.